یعنی از 0 و 1 به 1 و 2 1 و 2 و 3 3 و 4 با هم متفاوته. تو 0 و 1 خب براکت چند میشه؟ تو 0 و 1 میشه 0 همیشه، در 1 براکت میشه 1. تو فاصله 1 و 2 خب براکت 1 هرچی بین 1 و 2 باشه براکتش میشه چند؟ میشه 1، در 2 میشه 2، در 3 میشه 3، تو بین 3 و 2 میشه. این کتاب پله است. جالب نگاه کنید، جامپ دارن، پرش دارن در نقاط صحیح، درسته؟ به اندازه یک بار. یعنی تغییرات رو من اگه بخوام نگاه کنم، ببین تغییرات عدد مثبت، تغییرات چقدره؟ یکه. تغییرات چقدره؟ یکه. تغییرات یکه. این تغییرات رو بهش میگن اوسیلیشن یا نوسان یا تغییرات. اگه نوسان تو یک نقطه مثبت باشه قطعا تابع از همدیگه جداست، پیوسته نیست، متصل نیست، از هم جدا شده. لطفا توجه کنید. اما راجع به اوسیلیشن و تغییرات یکم با هم بیشتر صحبت کنیم و من یک متدولوژی و یک تعریفی جدیدی از این ارائه بدم، شما راحت تر میتونید تعریف ریاضی از این ارائه بدم که بتونید راحت تر باش کار کنید. تن نوسان تابع اف را در نقطه x با اومگا اف x نمایش میدهند. ببین تو یک نقطه نوسان چجور بررسی میکنیم؟ یعنی لحظه ای، یعنی تغییرات لحظه ای. به تغییرات لحظه ای تو ریاضیات فقط با توپولوژی اتفاق میفته. لحظه یعنی چی؟ لحظه از لحاظ ریاضیات وقتی لحظه رو بخوای مطالعه کنی برسی به لحظه از بین میره، یعنی تغییرات لحظه صفره. پس من تو لحظه اگه بخوام یه تابع رو بررسی کنم، بنابراین باید تو همسایگی اون نقطه یا کم قبلتر یا یکم بعدتر، یعنی تو همسایگی های اون نقطه باید بررسی کنم. حالا چقدر همسایگی نزدیکتر باشه به لحظه بیشتر نزدیک میشم. بنابراین لحظه معنی حد رو داره در ریاضیات. لحظه فیزیکیه، حد ریاضیه. پس مفهوم فیزیکی لحظه همون حد هست. وقتی میگیم x به سمت a، یعنی با a کار نداری شما اصلا، چون a لحظه وقتی میرسی از بین میره، فناپذیره. پس یا قبل از a یا بعد از a، a مثبت a منفی مطالعه میکنی، همسایگی میزنی بررسی میکنی، همسایگی کوچکتر میکنی بررسی میکنی، همسایگی این وقتی میل میکنه یعنی تو همسایگی رو بررسی کن. من همین مفهوم رو برمیدارم برای تغییرات تو یک نقطه، تو یک لحظه استفاده میکنم. اول اینکه فرض کنیم nx شامل همه همسایگی های x باشه، خانواده همه همسایگی های نقطه x. یعنی چی؟ اگر v متعلق به nx باشه، یعنی v یک مجموعه باز شامل x است. تعریف کرده بودیم دیگه تو فضای توپولوژی، گفتیم همسایگی چیه؟ یه مجموعه باز که شامل x باشه. پس nx میشه هم مجموعه همه v هایی که به طوری که v بازه و x هم متعلق به دو تا شرط داره. nx همه مجموعه های باز شامل x. خب ما یه تغییرات